با در تبعید از سوی دولت عثمانی به زندانی در عکا فرستاده شد. 142 سال پیش دولت عثمانی به دعوت دولت ایران بهاءالله رو به اینجا تبعید کرد. با کشتی وارد اینجا شد. قلعه عکا، محل مخوف‌ترین و دوردست‌ترین زندان‌های دولت عثمانی. امیدوار بودند که با تبعید بهاءالله به اینجا جنبش بهائی‌ها رو در ایران خاموش کنند. اینجا اولین نقطه تماس بهائی‌هاست با سرزمینی که 80-90 سال بعد اسرائیل نام گرفت. بهاءالله بیش از 2 سال اینجا در زندان عکا محبوس بود. 7 سال در چند خانه در قسمت قدیمی شهر در حبس خانگی. این اولین بار است که دوربین تلویزیون به این خانه راه پیدا کرده. در پی آزادی بهاءالله تا آخر عمرش اینجا در این خانه زندگی کرد. از همینجا بود که او جنبش بهایی ها را در ایران هدایت میکرد. افراد مختلفی از ایران با مشقات و مشکلات خیلی زیاد از راه بیروت و پای پیاده میامدن و به حضور حضرت بهاءالله میرسیدند. ایشون که مقام رهبری دیانت بهایی رو داشتند و پیامبر ما بودند، از اکثریت پیروانشون که در ایران بودند در اون وقت به دور بودند و این افراد بودند که در واقع واسطه بین حضرت بهاءالله و پیروان در ایران بودند. این خانه امروز موزه‌ای برای زائران و علاقه‌مندان. یکی از فرمان‌ها رو می‌بینید که ناصرالدین شاه به عموش مهدی قلی میرزا دستور میده که در قلع و قمع بابی ها بکوشن که ریشه اونها از عالم برداشته بشه. خب اینجا سالن اصلی هست و اتاقهای مختلفی که شما اینجا میبینید محل زندگی خانواده حضرت بهاءالله بوده. زائرین که میامدن سالهای بعد در اینجا اقامت میکردند. اینجا تصویری از عبدالبها، فرزند بزرگ بهاءالله که بعد از درگذشت پدرش رهبری جامعه بهایی را به دست گرفت. و این تصویری از مراسم اعطای لقب سر از سوی دولت بریتانیا به عبدالبها در حیفا. تصویری جنجالی از نقطه نظر مخالفان بهایی ها که آن را نشانی از سرسپردگی او به بریتانیا می دانند. اینجا عبدالبها کمی بعد از آزادیش از زندان عثمانی ها در نیویورک آمریکا. این فیلمیست نادر از سفر او به غرب 100 سال پیش. اولین قدم ها برای تبدیل یک فرقه مذهبی ایرانی به یک دین جهانی و جذب پیروان تازه از میان مسیحی ها، کلمی ها و دیگران. اوج بابی کشی که ما داشتیم در نیمه دوم قرن 19 با پایان قرن فروکش میکنه. بسیاری از اینا اهل تقیه میشن، در حقیقت پنهان میکنن خودشونو، آرای خودشونو. بسیاری از اینها از کشور خارج میشن، به امپراتوری عثمانی، امپراتوری تزاری میرن و آنهایی هم که هستن در حقیقت تلاش میکنن که از سیاست پرهیز کنن و در حقیقت پهنه امن رو برای خودشون انتخاب کنن. برای بهایی ها دوران رضا شاه دوران آرامش نسبی و حتی شکوفایی بود. با کاهش نفوذ روحانیون بهایی ها حتی اجازه پیدا کردند که مدارس خاص خودشان را برپا کنند. اما چند سال بعد ایران دستخوش رویارویی مصدق و محمد رضا شاه، رویدادی که شاه تضعیف شده را ناچار کرد برای استحکام قدرتش به روحانیون اتکا کند. بار دیگر هجوم به بهایی ها. اینجا سخنرانی حجت الاسلام محمد تقی فلسفی از رادیو تهران. حمله و تخریب مرکز بهایی ها در تهران به تشویق او و روحانیون دیگر و کمک ارتش. در همین دوران بود که جمعیت مخفی حجتیه از فعالان مسلمان تون رو فعالیتش را با هدف مبارزه با بهایی ها با چراغ سبز شاه آغاز کرد. در واشنگتن به دیدار احمد صدری رفتم، از کسانی که از نزدیک با این گروه آشنا بود.
گروهی که خیلی ها آن را مسئول وحشیانه ترین حملات علیه بهایی ها می دانند، اگرچه او نظر دیگری دارد. هدف اصلی تشکیل جمعیت که توسط یک فردی به نام شیخ محمود تولایی معروف به شیخ محمود حلبی ایجاد شد، مبارزه علمی و مناظره منطقی با بهاییان بود و این پاسخی بود که در واقع میشه گفتش که به طور نهادینه جامعه تشیع به این تبلیغ بسیار وسیع و بسیار تهاجمی که از سوی بهایی ها داشت در اون زمان میشد داده. اما خب در ایران این تصور هست که همه آزار و اذیت ها، حملاتی که به بهایی ها، خونه هاشون، اماکن مقدسشون میشه، کار انجمن حجتیه است. در واقع اصلا این صحت نداره. از ابتدا شیخ محمود حلبی، و این رو من با یک فاصله نقل میکنم، رسما گفتش که من با آجر کردن نون مردم مخالفم و راه مبارزه با بهاییت این نیست که اینها دارن انجام میدن، با حرف، با استدلال، با منطق از راه مبارزه با چماق و آدم کشتن و اخراج و اینها نمیشه وارد شد. انقلاب اسلامی، این بار روحانیون در قدرت مطلق، واقعی نه چندان نوید بخش برای بهایی ها که نگران بودند حالا دیگر کسی جلودار روحانیون شیعه نیست. امیر عباس هویدا، نخست وزیر شاه، که بسیاری معتقد بودند بهایی است، در راهروی دادگاهی که برایش تشکیل شده بود از پشت سر هدف گلوله یک روحانی قرار گرفت و به قتل رسید. تحقیقات بعدی نشان داد که او در واقع بهایی نبود. ما خودمون میگیم سالهای وحشت، حتی به مرده هم رحم نمی کردن. یه قبرستونی هست که سالها بوده، اینو خوب خراب کردن، همه رو خراب کردن، توش فرهنگ سرا ساختن. جعبه هایی که مرده ها توش بودن، اینا رو همه رو در ورده بودن و تو سرای افسریه رو هم تلمبار بود. دادگاه های انقلاب هزاران نفر را در این سالها به جوخه های اعدام سپردند و از جمله بیش از 200 بهایی را. اینجا محاکمه یک گروه از کمونیست ها، حسین لاجوردی دادستان و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر. دادگاه های انقلاب چند گروه از رهبران بهایی را یکی بعد از دیگری به جوخه های اعدام سپردند، به گفته آیت الله گیلانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل. ابوالحسن بنی سعد در دو سال اول بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب و رئیس جمهور بود. شما احساس مسئولیت میکنید؟ اون موقع به هر حال رئیس جمهور بودید. من این مسئله رو در شورای انقلاب طرح کردم که اینا حقوق انسان ذاتی اوست و تقدم داره بر طرز فکر او آدمی. نمیشه آدمی از انسانی رو از حقوق ذاتیش محروم کرد به این دلیل که رفته بهایی شده. شورای انقلاب هم تصویب کرد که اینها از این بتونن کارشون داشته باشند و بچه هاشون مدرسه برن، زندگی عادیشون داشته باشند. خب چرا اجرا نشد؟ جواب این که در این گونه موارد مراجعه میشد به آقای خمینی، به محضی که از او تجویز میگرفتن دیگه اعتنا به رأی شورای انقلاب نمیکردن. شما میگید آقای خمینی مستقیما دستور سرکوب بهائی رو میدادن؟ قطعا، والله غیر از این ممکن نبود که دستور شورای انقلاب رعایت نشود. در شیراز عده‌ای با کلنگ به این خانه حمله کردند. خانه تاریخی در یکی از محلات قدیمی شهر، خانه باب، یکی از مقدس‌ترین اماکن جامعه بهائی.